سلام به همتون، آتی هستم، مربی بدنسازی و تغذیه سالم. به یکی دیگه از برنامه‌های خوراکی سالم خیلی خیلی خوش اومدید. امروز می‌خوایم با همدیگه یه غذای سنتی انگلیسی درست کنیم به اسم کجری. کجری که یه غذای پسکتریان هم هست، یعنی برای کسایی که رژیم ماهیخواری رو دنبال می‌کنن و از پروتئین‌های دیگه دوری می‌کنن، یک آپشن مناسب هست. این غذا به طور معمول و مرسوم به عنوان صبحانه استفاده میشه و یا برانچ، یعنی وعده غذایی که بین صبحانه و نهار هستش. اما چون یه غذای کامل به حساب میاد و توش از برنج هم استفاده شده و پروتئین و چربی های لازم رو هم داره، میتونیم توی هر وعده غذای دیگه ازش استفاده کنیم و لذتش رو ببریم. ادویه های اصلی و خاص این غذا فنل هست یا همون رازیانه که من از رازیانه تازه دارم امروز استفاده میکنم، بهتون نشون میدم به زودی، و از زردچوبه خودمون و پودر زیره. این سه تا در واقع ادویه های اصلیشه. و اینکه از ماهی هدوک استفاده میشه توی این غذا که ماهی در واقع دودی هدوک و میگو. پس پروتئین های این غذا پروتئین های کامل هست که امگا 3 فراوون هم داره، که برای کسایی که از غذای دریایی لذت میبرن مثل خود من، یه غذای کامل و دارای اسیدهای چرب فراوون از جمله امگا 3 هستش که تمام ماها، همه ماها کمبود امگا 3 رو تو بدنمون داریم. پس بدون هیچ معطلی بریم سراغ کجری امروزمون. مواد اولیه‌مون همطور که می‌بینین ماهی دودی هدوک داریم، میگو و بقیه سبزیجاتمون. اول از همه با فنل یا رازیانه شروع می‌کنیم. می‌خوایم سر و تهش رو اینجوری بزنیم و بعد به صورت باریک و بلند یا مکعبی خوردشون کنیم. بعد به 2 یا 3 حبه سیر نیاز داریم. باز همونطوری که من همیشه میگم، زیاد سیر به غذا نباید زیاد بزنیم چون ممکنه تلخش کنه. بر همین 2 یا 3 تا کافیه. اینا رو ریز خورد میکنیم و سبزی گشنیزمون هم همینجا خورد میکنیم که آماده داشته باشیم. حالا میخوایم بریم توی ماهیتابه یه مقداری روغن زیتون رو با رازیانه و سیرمون فقط میخوایم تفت بدیم. این دوتا رو که با هم تفت دادیم به مدت 2 دقیقه شاید یا 3 دقیقه، بعد بهش میتونیم ادویه هامون اضافه کنیم. من زردچوبه، پودر زیره رو اضافه میکنم اینجا که اینا یکی از ادویه های مهم این غذا هستن، و بعد برنجمون رو اضافه میکنیم و با هم دیگه یه تفتش میدیم. این کمک میکنه به اینکه اسید فایتیک برنج هم از بین بره و هضمش رو بهتر میکنه. و بعد آب اضافه میکنیم توی قابلمون و میذاریم که بپزه. حالا میریم توی ماهیتابه جدا ماهیمونو که ماهی هدوک دودی هست رو یه کوچولو تفتش میدیم و خوردش میکنیم. میتونین از هر ماهی دیگه هم استفاده کنین. این ماهی شاید فکر میکنم بهش ماهی کوچیک روغنی میگیم تو ایران. و بعد میگوهامون هم که از قبل پخته هست رو میخوایم یه تفت دیگه بدیم. ما ایرانی ها دوست داریم میگو رو خیلی خوب بپزیم. البته زیاد نباید پخته بشه چون ممکنه سفت بشه. اینجا ادویه ها رو هم بهش اضافه میکنیم. و برنجمون که پخته شده رو اول از همه گشنیز خرد شده بهش اضافه میکنیم. یه همش میزنیم و بعد ماهیمون رو اضافه میکنیم. میگو رو میخواید سر کنین توی آخرین مرحله اضافه کنین که سفت نشه. وقتی که همه اینا با هم اضافه شد و مخلوط شد، در قابلمه رو میذاریم تا یه چند دقیقه دم بکشه. تخم مرغ پوچت یا بخارپز فکر میکنم بهش بگیم داریم که این یکی از روش های درست کردنشه که توی ملاقه میتونین به این شکل درستش کنین یا روش های دیگه هم هست. و بعد تخم مرغ اینجوری قلفتی در میاریم و روی غذامون رو تزئین میکنیم و با یه دونم لیمو کنارش. به به، چه عطر و بویی. یعنی واقعا باید فقط اینجا باشیم و ببینیم. کجری همونطور که گفتم معمولا به عنوان صبحانه استفاده میشه یا برانچ. برانچ اون وعده غذایی که بین بریکفاست و لانچ هستش، و یعنی بین صبحانه و نهار. ولی چون یه غذای کامله میتونین هر موقع از روز که دوست داشتین لذت ببرین ازش. در مورد کالری این غذا، خوبی که داره اینه که خیلی هم کم کالری هستش، به خاطر اینکه هم ماهی هدوک که همون ماهی روغن ماهی کوچیک هست و هم میگو خیلی کم کالری هستن و در واقع بیشتر کالری این غذا از برنج هستش. اگه بخوایم حدودی بگیم، 1 پرس از این غذا حدوداً
یه چیزی بین 400 تا 500 کالری داره که همونطوری که گفتم بیشترین کالری از برنج میاد. امیدوارم که این غذا رو برای خودتون درست کنین، لذتش رو ببرین و اگه این کار کردین حتما توی صفحات مجازی، توی پیج CNG TV و پیج خود من با ما در ارتباط بشین و حتما به هم بگین. امیدوارم که لذت برده باشین از این برنامه و تا یه برنامه دیگه و یه خوراکی سالم دیگه، دلتون آروم، تنتون سالم.